عملیات فروغ جاویدان که منافقین همراه با صدام طراحی کردند و به خیال اینکه جمهوری اسلامی انقدر ضعیف شده که مجبور شده قطعنامه بپذیره، پس الان هم بهش حمله بکنیم بی دفاعه، میتونیم تا تهران بریم. برنامه ریزی آمدن تا تهران رو کردن، یکی یک شهرهای در سر راه رو قرار گذاشته بودن، تو هر کدوم از این شهرها عواملشون بستا شورش محلی بکنن، نیروی نظامی بعدن میاد ملحق به اینا میشه، زندانها رو با نفوذی هایی که داشتن توی زندان همراه کرده بودن زندانی ها شورش بکنن که بعضی از جاها تحرکاتشون رو آغاز میکنن که دست بدن همون عناصر کادرهایی که حالا کادرهای ورزیده‌شون تو زندان بودن، اینا هم بیا ملحق بشن. به اتفاق هم دیگه سرنگونی جمهوری اسلامی علیه مردم در حقیقت کودتا بکنن. این ماحصل طراحی منافقین بود که خودشون اعتراف کردن، یعنی بعضی از کادرهای مرکزیشون که بعدا دستگیر شدن تو همون عملیات مرصاد اینا. خب الحمدلله جلوی اینها صدبندی شد، در یه نقطه‌ای قلقم شدن. معلوم هم شد چقدر احمقانه اینا. آقای هاشمی توی خطبه‌های نماز جمعه میگفت ما گذاشتیم اینا بیان داخل، توی توبرشون کردیم، بعد همه رو نابودشون کرد. یه تعبیر خیلی چیزی داشت، تحقیرآمیز نسبت به اینها داشت. حالا بحث اعدامات چیه؟ صحبت سر این بود کسانی از اونهایی که در داخل بودن و در زندان بودن، اینا قرار بود همدست اونها عمل بکنن که بعضیشون گفتم اقدام هم کرده بودن. حکم این بود که هر کس که الان سر همون موضعی که اگه الان شرایط فراهم بشه میره و عملیات تروریستی از جنس منافقین رو میخواد انجام بده، این فرد محکومه. میرفتن یکی یک اینها رو میآوردن باهاشون تک تک حرف میزدن، میگفتن تو موضع ادراج به این کاری که منافقین کرد حمله به داخل کردن چیه؟ تو با اونها هستی یا نیستی؟ اگه طرف میگفت من با افتخار میگم با اونها هستم، گفتن این تو مستحق مرگ میشی یا طبق قانون اسلامی کسی که همراه باشه با عناصر باقی اون عین اونها محکوم میشه. طرف میگفت من با افتخار من هستم، بسم الله، تو خودت مرگ رو داری انتخاب میکنی، برو بسم. هر کس که گفت نه من با اونها نبودم، نمیخوام باشم، این میرفت راحت دور محکومیت چه طی میکرد، بعدم اکثرشون زندان از زندان آزاد شدن اومدن. این داستان به اصطلاح اعدام شدگان اون زمانی که گاهی وقتا مبالغه در تعدادش هم میشه، تعدادش هم اونقدر که اینا منافقی میگن نبود. آقای دکتر، حالا آقای منتظری اومد وکیل مدافع این افراد شد. یعنی آقای منتظری داره دفاع میکنه از کسایی که حمله کردن به جمهوری اسلامی تو بیمارستان. وقتی بیمارستان اسلام آباد غرب وارد شدن، افراد مجروح رو رفتن با اسلحه کشتن. شما تو این فیلم ماجرای نیمروز دو وقتی نگاه بکنید، بخشی از این فاجعه رو به نمایش درآورده. این یعنی حالا آقای منتظری که دفاع میکنه از اونها، ما درباره چه قضاوت کنیم؟ نه آقای دکتر، نه ببینید، نه اینجا یک خلط مفصل صورت میگیره. ببین آقای دکتر، این یعنی تو اشتباهه. خب آقای منتظری از کسانی که به کشور حمله کردن دفاع نمیکنه. آقای دکتر، فرض رو بر این میگیری، مثال میزنم. خب چون یه نفر دزدی میکنه، خب فقط بخشه خیلی کوتاه من سریع تموم میکنم، من بگی زمان هم داشت. آقا یه نفر یه دزدی میکنه، من میگم دمش که عجب دزدی کرد، من مستحق معاقبه، من مستحق که برم زندان. نه حالا یه نفرم تو زندان، آقا من دارم میگم برای جرم این، برای ما یه چیزی داریم به نام مفهومی داریم، آقا جرم اخته، یعنی طرف نتونسته کار تو ذهنش این بوده که جرم انجام بده ولی انجام نداده. من میام میخوام شما رو به قتل برسونم، ولی میام میبینم که پلیس اینجا واسطه، خب پشیمون میشم، میگم خب برای این کار که من نبود این محکوم میشم. حالا در زندان هم کی بودن؟ آقا من میگم در نه. در زندان. تو زندان که بوده این حکم اعدام داشته با جمهوری اسلامی، این حکم، این محکوم به اعدام رو بهش تخفیف داده بوده. نه ببینید، یه وقت هست یکی سوشی آقا اگه تخفیف داده، اگه تخفیف داده این محکوم بوده، این نمیشه زندان. مثلا یعنی به جای اینکه اعدام بشه، رأفت اسلامی شامل حال او شده بوده، بهش تخفیف داده بودن. حالا نشون میده همونه، میگن خب باید اعدام بشه.